همه مرزهای نظام جمهوری اسلامی دفاع کردن، اینجا هم مردانه ایستادن. البته این را هم من باید بگم، اونچه که بود مردم هم میدونن مال همه بود. یه تلفنی به دفتر ما شده بود که آوردن اون تلفن رو، مثل همه تلفن‌هایی که میشه اونجا دفتر ارتباط مردمی ما به من ارائه دادن. یه نفری پشت تلفن گفته بود که ما چند وقتی است که پنیر تو منزلمون نیست، اگر فلانی رئیس جمهور او هم تو خونش پنیر نداره ما مخلصشیم، مخلص مسئولین هستیم، اما اگر شما تو خونتون پنیر هست ترتیب بدید که ما هم پنیر داشته باشیم. من وقتی این تلفن رو خوندم از ته دل شکر خدا رو کردم، چون اتفاقا اون روزها تو منزل ما پنیر پیدا نمیشد. و من صبحی برای صبحانه‌ای مهمان داشتیم، تو منزلمون پنیر نبود، مجبور شدم به بعضی از دوستان متوسل بشم بگم این مقدار پنیر به ما بدید، با امروز تو خونه مهمان داریم و صبحانه چیزی نداریم غیر از نان. این وضع جمهوری اسلامی است و این مایه افتخار ماست. این چیز زیادی هم نیست. ملت این رو به صورت یک امر طبیعی تلقی میکنن و همین هم هست. اسلام اینه، نظام اسلامی اینه و مردم این رو میدونن. میدونن اگر کمبودی هست ناشی از جنگ، ناشی از جنگ های گوناگون اقتصادی، این برای همه است، مسئولین و غیر مسئولین و مردم و قشرهای مختلف، مگر یه عده معدودی که قبلا اشاره کردم همه در این شریکن. مردم با این صبرشون، با این مقاومتشون توانستن بر توطئه دشمن فائق بیان. ما استراتژی کردیم، برنامه ریزی کردیم، به اتکای شما مردم کمرمون رو محکم بستیم و به فضل پروردگار در جنگ نفت و دشمنانمون پیروز شدیم.